سلام، پریسا ارسنجانی هستم. به کانال من خوش اومدید. توی این جلسه حرکت جدیدی که میخوایم با هم یاد بگیریم اسمش داندایامانا بارماناسانا هستش و به انگلیسی که میگن balancing table pose و به فارسی که میشه حرکت میز تعادلی. و اگر اولین بار هست که در این کانال هستید، لطفاً ویدیوهایی که توی پلیلیست ها دستبندی شدن رو چک کنید و خیلی ممنون میشم اگه به کانال من سابسکرایب کنید. و همچنین اگر دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که در کانال تلگرام و در اینستاگرام هم با من همراه باشید. خب، برای انجام حرکت این جلسه میز تعادلی خیلی ساده است. تنها چیزی که نیاز داریم اینه که تعادلمون رو حفظ کنیم، همونطور که از اسمش مشخصه. بنابراین باید سعی کنیم که ذهنمون رو تو لحظه حال نگه داریم و سعی کنیم که ذهنمون به جاهای مختلف نره. حالا برای اینکه شروع کنیم، به این حالت میایم روی زانوها و دستامون. بیسش مثل حرکت گربه گاو هستش به این شکل، یعنی در واقع شونه توی خط صاف با مچ دست و باسن توی خط صاف با زانوها هستش. خب، من اول از پای راستم شروع میکنم. پای راستم همونطور که میبینید پنجه هام هم کاملا صاف هستن. پای راستم رو کشیده دراز میکنم و توی این حرکت وقتی پای راست رو میبریم بالا باید دست چپمون رو ببریم بالا، یک سمت رو انجام نمیدیم، در واقع حالت زبدری انجام میدیم. پای راست دست چپ به این شکل. و برای اینکه حرکت رو به خوبی انجام بدیم، پامون نباید خیلی بره بالا یا خیلی نباید پایین باشه. پامون توی خط صاف با کمرمون هستش و کمرمون هم اصلا قوس نمیدیم یا به این شکل خم نمی کنیم و سعی میکنیم که عضلات شکممون رو کاملا منقبض کنیم، چون منقبض کردنش به تعادلمون کمک میکنه. بنابراین در کل هم این حرکت برای آب کردن چربی های شکم هم خوبه. پس پامون رو صاف میکنیم، عضلات شکم منقبض، کمر صاف و دست چپمون رو تا گوشمون میاریم بالا. بعد از چند دم و بازم که نگه داشتیم به حالت اول برمیگردیم و همین رو با پای چپ انجام میدیم. پای چپ دست راست، کمر رو صاف و شکم رو منقبض میکنیم. بعد از چند دم و بازم به حالت اول برمیگردیم. و توی این حرکت اگر زانوهاتون درد میگیره یا کلا زانوهای حساسی دارید، به هر حالت راحت نیستید، میتونید یا دوشکتون رو تا کنید و یا حوله، پارچه، هر چیزی که نرم باشه زیر زانوتون بذارید تا آسیبی به زانوتون نزنید. و آپشن راحت هم اینه که اگر نمیتونید تعادلتون رو تو این حالت حفظ کنید، اینه که همونطور که اولش توضیح دادم پنجه‌های من کاملا صاف هستن. اما برای آپشن راحت اینه که من وقتی میخوام از پای راستم شروع کنم، پنجه‌مو به این شکل رو زمین بذارم، بعد پای راستم رو صاف کنم و دست چپمو ببرم بالا. این آپشن کمک میکنه که من تعادلم رو راحت تر حفظ کنم. این از آپشن راحت. آپشن دوم اینه که اگر باز هم با گذاشتن پنجه نمیتونیم تعادلمون رو حفظ کنیم، دست و پامون رو یکی یکی بالا ببریم، یعنی مثلا اول فقط پامون رو بالا ببریم و چند شماره نگه داریم، بعد پا رو زمین بذاریم، دستمون رو بالا ببریم، یعنی یکی یکی انجام بدیم. اینم از آپشن دوم و بعد به حالت اول برمیگردیم. بنابراین این شد حرکت اصلی. آپشن اول پنجه رو زمین، آپشن دوم اول دست رو زمین فقط پا بالا و بعدش پا رو زمین قرار میدیم، دست رو میبریم بالا و بعد به حالت اول برمیگردیم. به همین شکل ما میتونیم تمرین کنیم تا حرکت اصلی رو انجام بدیم. خب، اینم از ویدیوی امروز و طبق معمول این تدریس رو با یک جمله زیبا از استاد BKS آینگار پایان میدم. یوگا چراغی است که اگر روشن شود هرگز خاموش نخواهد شد. هرچه تمرینت بهتر باشد نور آن هم روشن تر خواهد بود.
ممنونم از وقتتون و اینکه با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید حتما در قسمت کامنت بپرسید و همچنین ممنونم از کامنت های پرمهرتون و اینکه ویدیوهای منو لایک و شیر میکنید و به کانالم سابسکرایب میکنید. هفتگی ویدیوهای در زمینه موضوعاتی که توی پلیلیست ها دسته‌بندی شدن خواهیم داشت. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. خدا نگهدار.